بشار اسد رئیس دولت سوریه در گفتگو با شبکه تلویزیونی المنار با ابراز خرسندی از دریافت موشک‌های ضد هوایی S300 گفت بقیه موشک‌های پیشرفته نیز در راه است و ما این پس با هر گونه حمله اسرائیل به سرعت مقابله خواهیم کرد از دیگر سوب بانکیمون دبیر کل سازمان ملل چهارشنبه گفت که پیشرفت گفتگوهای بین المللی صلح برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه بسیار کند بوده است به گفته او جامعه جهانی باید برای جلب رضایت طرفهای درگیر در بحران سوریه و برای هر چه سریعتر متوقف شدن خشونتها بیشتر تلاش کند و گفتگو جای خشونت را بگیرد اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در دیدار با همتای کوبایی خود با انتقاد از عملکرد دولت‌های غربی در مواجهه با بحران سوریه گفت ائتلاف ملی مخالفان دولت سوریه پیش شرطهای غیر واقع بینانه ای را مطرح می‌کنند به عنوان مثال می‌گویند که رئیس جمهوری اسد باید برود در حالی که مسکو با این شرط موافق نیست لاوروف در ادامه تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر حمایت تسلیحاتی از مخالفان نظام سوریه را نیز اقدامی غیرمسئولانه توصیف کرد سامانه موشکی s ساخت روسیه است و پیش از سوریه قرار بود به جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شود.